انجیل مقدس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که ترجمه جدیدی از انجیل مقدس یا عهد جدید به زبان فارسی مورد نیاز می‌باشد. زیرا ترجمه‌ای که فعلاً مورد استفاده قرار دارد، ترجمه قدیم در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر، ترجمه شریف تحت نظارت انجمن کتاب مقدس انجام شده و برای انجام آن عده‌ای از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردند. هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و حیات بخش انجیل به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانیان بهره‌مند گردند. برای ترجمه عهد عتیق به فارسی جدید نیز طرح‌هایی وجود دارد و با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرانیان فصل اول. خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد. و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. همانطور که مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود، نامی که به او داده شد از نام آنها برتر می‌باشد. زیرا خدا هرگز به هیچ یک از فرشتگان نگفته است که تو پسر من هستی، امروز پدر تو شدم، و یا من برای او پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود. و باز وقتی نخست‌زاده را به جهان می‌فرستد می‌فرماید همه فرشتگان خدا باید او را بپرستند. اما درباره فرشتگان می‌فرماید خدا فرشتگانش را به صورت باد و خادمانش را مثل شعله‌های آتش می‌گرداند. اما درباره پسر فرمود ای خدا تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می‌کنی. تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری. از این جهت خدا یعنی خدای تو، تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت تطهین کرده است. و نیز و تو ای خداوند در ابتدا زمین را آفریدی و آسمانها کار دستهای توست. آنها از میان خواهند رفت، اما تو باقی خواهی ماند. همه آنها مثل لباس کهنه خواهند شد. تو آنها را مانند ردایی به هم خواهی پیچید. آری، چون آنها مثل هر لباسی تغییر خواهند کرد. اما تو همانی و سالهای تو پایانی نخواهد داشت. خدا به کدام یک از فرشتگان خود هرگز گفته است به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو گردانم. پس فرشتگان چه هستند؟ همه آنها ارواحی هستند که خدا را خدمت می کنند و فرستاده می شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند.